شهرام ناظری در 29 بهمن 1328 خورشیدی در کرمانشاه متولد شد. در خانواده ای فرهنگی، مادر و پدر اهل موسیقی و هنر، پدر مسلط به آواز و بزرگ خاندانشون که پرویز خان پور ناظری باشه، استادی در کرمانشاه بود که چون موسیقی رو نزد درویش خان و کلونل وزیری یاد گرفته بود، خط نوت رو به اکثر شاگردان یاد داد. و شهرام ناظری میتونیم بگیم که موسیقی و ادبیات عرفانی ایران رو به هم درآمیخت و اکثر کارها و تصانیفش بر روی اشعار مولانا هست. همچنین در شعر نو پارسی شون کار کرده و ضمناً در کارهای و میشه گفت جدیدش به شاهنامه هم پرداخته و شاهنامه فردوسی رو با موسیقی نوینی که از ابداعات و ابتکارات خودش هست بازخوانی و اجرا کرده. 40 آلبوم امروز منتشر کرده که از جمله اونها گل صد برگ، شورانگیز و آتشی در نیستانه که از آلبوم های تاثیرگذار موسیقی ایرانی به شمار میرن. تصنیف ها که خیلی مهمتر از بقیه باشند، یکی اندک اندک روی شعر مولانا، آتشی در نیستان از مجذوب علی شاه، شعر مجذوب علی شاه، و همچنین تصنیف شیدا شدم که روی شعر خود ایشون هست. استادان آواز ایشون پس از سفر به تهران از کرمانشاه، نورعلی خان برومند، عبدالله خان دوامی، محمدرضا شجریان، عبدالعلی وزیری، محمود کریمی، و در ساز، ساز ستار، احمد عبادی، جلال ذوالفنون و محمود هاشمی هستند. در سال 1354 به پیشنهاد نورعلی خان برومند به استخدام صدا و سیما، مرکز حفظ و شاید موسیقی ایرانی در اومد و در اوایل انقلاب اسلامی در ایران با گروه شیدا و محمدرضا لطفی همکاری بسیار زیادی داشت در کانون چاوش، کانون فرهنگی چاوش، که محصل اینها مجموعه 5 آلبوم هست. بعدها همکاری ایشون با گروه شیدا ادامه پیدا کرد، همچنین با گروه عارف به سرپرستی پرویز مشکاتیان و حسین علیزاده، با گروه کامکار، استان، اساتید، گروه سمایی به سرپرستی استاد علی اصغر بهاری، و همچنین گروه شمس به سرپرستی که خسرو پور ناظری، که البته میشه گفت همکاری با خسرو پور ناظری پسر عموی آقای ناظری در شکل گیری نوع نگرش ایشون به موسیقی خیلی تاثیرگذار بوده. جوایزی که ایشون کسب کرده، یکی جایزه باربد هست در سال 1355 به عنوان نفر نخست آواز در ایران، عنوان لوژین دونور و همچنین شوالیه فرهنگ و ادب از کشور فرانسه که عنوان بالاترین نشان فرهنگی هست به پاس تلاشهایشون در اطلاعی فرهنگ و هنر دنیا، و همچنین جایزه اسطوره زنده رو از دانشگاه UCLA آمریکا دریافت کرده و عنوان هنرمند برتر آسیا که توسط دبیرکل سازمان ملل متحد بهشون اهدا شده.